سلام خدمت تمام شما بیننده های گرامی. در این برنامه آنچه که حالا تاثیر روند و گفتگوهای صلح بر کمک های جهان به خصوص امریکا و افغانستان دانستم اشتا بیشتر صحبت خواهیم کرد. چنانچه در گزارش هم مشاهده کردید آقای خلیلزاد به یک نحوه امیدوار است که گفتگوهای صلح به نتیجه برسد تا کمک های جهان به خصوص امریکا و افغانستان به گونه باشه که بتانه کشور از این حالت نجات بده. اما واقعا دو طرف، طرف طالبان و حکومت افغانستان چقدر میتونن از این گفتگوها استفاده مؤثر داشته باشند و آیا از فرصت به دست آمده چقدر استفاده خواهد شد و کلانترین مانع به خاطر رسیدن مردم افغانستان به صلح چیست و عواملی که میتونه این روند را سریع بسازه و نتیجه بخش بسازه واقعا در دسترس است و یا خیر؟ گزارش مشاهده کنید و دوباره برمیگردیم بحث را آغاز خواهیم کرد. نخستین حضور نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در نشست فرعی کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا برای پاسخگویی از دستاوردها و راهبرد آمریکا در قبال افغانستان میگوید، اما محور بحث بیشتر روی گفتگوهای صلح افغانستان ویژه شده است. وی آغاز گفتگوهای میان افغانان، توافق صلح آمریکا با طالبان، ایجاد اجماع منطقه‌ای و جهانی را برای صلح افغانستان به عنوان نتیجه تلاش‌ها و دستاوردهایش بر رخ سناتوران آمریکایی می‌کشد. وی هرچند مالکیت و رهبری گفتگوهای جاری صلح افغانستان را کاملاً به دوش افغان‌ها می‌گوید، اما تصمیم‌های طرف‌های مذاکره کننده را در کمک‌های آینده آمریکا به افغانستان تأثیرگذار می‌خواند. ما به دنبال تحمیل نظام خود بالای دیگران نیستیم. ما به مذاکره کنندگان واضح ساختیم که گزینش و عملکرد آنها به میزان کمک های آینده امریکا تاثیر خواهد داشت. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان ظاهرا از طالبان از بهر عملی سازی توافق صلح آمریکا با این گروه تا اینجای کار راضی است و از نظارت دوامدار این کشور از توافق آمریکا با گروه طالبان سخن میگوید، اما سطح بالای خشونت ها را از سوی طالبان ناامید کننده میخواند. او به رهبران افغان گفته که از فرصت به میان آمده برای دستیابی به صلح استفاده کنند و اشتباهی سال 1990 را تکرار نکنند. ما با طالبان به گونه دوامدار در تماس هستیم تا از تحقق و عملی سازی توافق ما نظارت کرده و روی موضوعاتی که قابل نگرانی است صحبت کنیم. سطح کنونی خشونت ها در هر مقیاس بسیار بلند است. ما می دانیم که کاهش خشونت ها ممکن است. آقای خلیلزاد تأکید کرد که این کشور هرچند در گفتگوهای میان افغانان دخیل نیست، اما از حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی بیان، حکومت منتخب، حاکمیت قانون و آزادی رسانه‌ها پشتیبانی می‌کند. بیشتر صحبت خواهیم کرد با مهمانانمان، هر یک جناب آقای طارق فرهادی مشاور پیشین رئیس جمهور، جناب آقای سید دکبر آقا رئیس شورای عالی راه نجات افغانستان و آقای محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ. مهمانان گرامی بسیار زیاد تشکر از یک فرصت گذاشتین. جناب فرهادی، امریکا به دنبال چه نوع یک نظام و چه نوع یک صلح در افغانستان است با توجه به تحولات داخلی کشور؟ سلام به برادر ما سید اکبر آقا و برادر ما آقای محمد افضل حدید، به شما آقای امینی و بینندگان عزیز. امریکا در صدد خارج شدن است از افغانستان و آقای خلیلزاد در یک نطق خود گفته بود که نه ما بر افغانستان اجازه گرفتیم که دیش داخل شویم و نه بر خارج شدن اجازه کار داشتیم. پس زیر خود آقای خلیلزاد شاید یک مسئولیت احساس میکنه، به خاطر که خب ما خب میگیم که امریکایی است اما افغان هم است، یک مسئولیت احساس میکنه که در این آخر کریر سیاسی خود در این سنی که رسیده اگر بتونه که افغانستان را به یک حالت بهتر بگذاره با صلاحیتی که داره از طرف حکومت امریکا، اگر بتونه که یک صلح بیاره بهتر میشه. یک چیزی که در راپور شمایی بود که چی اشخاص یا چی کسان صلح افغانستان را به اصطلاح نمیخواین، خود افغان ها صلح افغانستان را نمیخواین. در هر دو طرف کسان هستند که دول و سرنه جنگ زده میرن. در کابل کسان هستند که از ولایت خود از 2000 رای زیادتر ناوردن، اما حال در یک عریکه قدرت خودم میبینن
و اگر میبینن که اگر صلح بیای امکان داره که همو چوکیشان هم برشان نبانه، معلوم دار که اینا دول و سرنه جنگ میزنن و جنگ هم خودشان نمیکنن، در موتر زیر دار هستن. جنگ وقتی که میشه مردم غریب، طفل، زن کشته میشه. محترم حدید از بلخ هستن، در دو سه روز گذشته در بلخ بسیار خشونت های زیاد شده و حتما روشنی مندازن. ما فکر میکنم که کمک های جهانی به این سطحی که در افغانستان بوده و افغانستان هم در 18-19 سال آینده چرسی شده، چرسی کمک جهانی. آله همه طور گفته میره که دیگام بر ما بته. اما در جهان دو سه موضوع شده، یکی که علاقه به افغانستان کم شده، یک. دو که کووید شده. امروز در امریکا 8-10% خانواده ها نان شو ندارن بر اطفال خود. اطور بیکاری شدید در امریکا آمده و در اروپا همچنان این کووید بسیار تاثیرات اقتصادی شدید داره و ما فکر نمی کنم که در ماه نوامبر وقتی که تمویل کنندگان با هم میشینن با او پیمانه گذشته باز بر افغانستان وعده کنن که ما برتان پیسه میتیم که باز شما مثلا بودجه سفارتایتان را تمویل کنین و برای سفیرایتان در اروپا موترهای 70,000 دلاری بخرین و موتروان بگیرین و خانهش برش کرا بگیرین. نگپا در یک حالت کیف و چرسه که از پیسه خارجی ها افغانستان زندگی کرده در 18 سال گذشته دیگه امکان نداره که باشه. سپاسگزارم. جناب اکبر آقا، خب فکر میکنین چطور میشه واقعا به نتیجه رسید و چطور میشه مسیری را ایجاد کرد که کمک ها اگر در حد پایین هم باشه از جهان، چون افغانستان نیازمند است، این بگونه درست به مصرف برسه؟ آیا طرف کابل و یا کسانی که در حکومت افغانستان نقش داشتند پس از این روششان تغییر میکنه و یا جهان نیز در فساد و یا در حیف و میل پول هایی در افغانستان به یک نحوه صورت گرفته دست داشته و در مجموع مسیری را که به یک نحوه شما برش خوشبین هستین به خاطر بهبود وضعیت در افغانستان چگونه است و آیا به صلح خواهیم رسید و این توافق آنچنانی که نیاز است و جهان امیدوار است به امضا خواهد رسید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون استاد و محترم و نرمونات او استاد شاوردون کتابای ده فکر کوم چې دلته د افغانستان موضوع چې ده هغه په امریکایانو پر ډیر تعلق لري، ځکه چې په افغانستان کې د جنگ عامل چې و هغه امریکایانو. نو البته امریکایانو د بنجان موضوع کوم یاد کړو قسم نا وخت سو د افغانستان حکومت ډېر کوشش پکې وکړ نو وختي کې ورسول امریکایانو البته عاقبت هغه د بنجان موضوع خلاص کړ پای ته ورسول او توافقنامه یې امضا کړله. اوس بین الافغاني مذاکرات چې دي هغه هم تر ډېره حده پورې د امریکایانو مداخلې ته ضرورت لري چې امریکایان په دې کې مداخله وکړي او د افغانستان حکومت مجبوره کړي و چې ته چې به په افغانستان کې خامخا صلح راولي او عاقبت به صلح انشاءالله اتمنه دي. خو دوی ویلی شو چې لکه څنګه چې محترم ورور وویل په بل کې اوس امریکایانو کې لکه غربت چې هلته مثلا یو اندازه پیدا شوی دي، بل په بل کې تاسې ولیدل چې اشرف غني دا وویل چې په سل کې نوي کسه هغه د غربت سره مخ دي. یعنې دا خپل رئیس جمهور په دې باندې اقرار کوي چې زما په وخت کې په سل کې نوي یا زیات تر نوي کسانان هغه د غربت د مسکنت سره مخ دي. مردوز کې راته تللي وو په عراق کې دوري به هم نتي وو چې یو څوک ماښام د کوره نسوی راوتی مسجد ته نسوی تلی. ډېر اندازې ته حالات هلته رسېدلي دي. په کندهار کې دغسې حالات دي، په بلخ کې داسې محترم ورور دا وویل چې په بلخ کې هم داسې بې امنیتي شروع شوې ده او دلته په کابل کې خو داسې حالات دي چې بیخي خلک دا نه وایي چې دلته یو حکومت شته. په سپینه ورځ باندې خلک ننوځي کورو ته، هلته غلا کوي، خلک تړي او د ښځو در د هغه ځای سره باسي وړي یې په بغل باندې پوسته ده. پوسته څه داسې ورته ویلی چې دا ته ولې دا کار کوي؟ د کلي وطن خلک
د بیر سنه چې ورته ورتللی چې ورته وایي چې تاسې ول دا کار کوئ. دا حالات چې وګورو زه فکر کوم چې حکومت هم په د خپل حکومتیت باندې نه شي پاتې کېدلی چې حکومت ووایي چې ما نو دا د امنیت راوستلی دی اقلا په ښارو کښې مې امنیت راوستلی. په ښارو کښې هم اوس داسې اندازې ته حالات رسېدلي دي چې د حکومت یو ځای ته نن موږ د سولې په باب باندې د مذاکراتو په باب باندې د یو چا سره مجلس وو یو چا ته ورغلو چې هغه موږ ورسېدلو یو لس ځای خو به دغسې د هغه خښتې پرتې وې د غټې غټې خښتې چې سړی به شاریانو لاړې چې دې سړي ته نو بیا تر د کومې خوا یو څوک راځي چې په ده باندې حمله کوي. نو زما فکر باندې حالات اوس دې اندازې ته رسېدلي دي چې دلته دوی هم په داسې حالاتو کښې دي چې د ځان د ساتنې دپاره ډېر لوی کوشش کوي او راغلو دې ته اوس دلته د سولې دپاره سپوتاژ اسباب ډېر وسته چې اوس هم سپوتاژ شي د سولې دغه اوس مثلا تاسې د سروردارنش خبرې واورېدلې پرون یا ابوالمعود دي هغه هم په داسې د سولې په مذاکراتو په وخت کښې داسې خبرې کېږي چې هغه خپله دا خبرې د سولې دپاره ډېر ضرر رسوي او علاوه پر دې باندې تاسې دا ځینې ځینې کارونه دا د تذکرو په باب باندې چې تاسې ولیدله چې دغه د نوم دا خبره ما هم پورته کړله په اواز کښې دا وخت ډېر نه و چې دا خبرې وشي یا مثلا یعنې د اوس ځینې نور کارونه دي چې په آینده کښې را روان دي چې هغه خلک په دې باندې دغه ودانن په دې د حکمتیار صاحبو د بعضې خلکو سره موږ مجلس وو چې بعضې کارونه دي چې هغه د سولې دپاره سپوتاژ دي. نو دا به یې چې د حکومت ته وویل سي چې د سولې په با باندې به یې چې ډېر اخلاص وکړي او که اخلاص نه کوي دا سپوتاژ کارونه دي دا د منځه یوړل سي چې دا د دوی دپاره هم آینده تاوان دي. هر حرکت چې دوی کوي دا نه یوازې چې سوله به د منځه یوسي ملت هم شاته کېږي. نو زه فکر کوم چې دلته کارونه داسې په داسې شکل باندې روان دي ممکن که امریکایان د سولې په باب باندې حرکت ونه کړي ټینګ حرکت زه فکر نه کوم چې صلح دي د سولې ته دي موږ ډېر امیدواره سو او که امریکایان د سولې په باب باندې ټینګ حرکت وکړي دا ووایي چې موږ د افغانستان څخه وځو د دنیا نور خلک چې دي موږ تاسې وینو چې هغه جنګو ته جنګ ته لمن وي د جنګ دپاره پیسې ډېرې پیدا کېږي د سولې دپاره پیسې نه پیدا کېږي. نو دا د جنګ دپاره پیسې پیدا کېږي هغو ملکو ته چې آینده د افغانستان سره دوی د سولې په باب د جنګ په باب باندې یا د افغانستان د نه سولې په باب باندې کومک ورسره کوي هغه ملکو ته هم د امریکایانو د طرفه وویل سي چې تاسې د افغانستان په باب باندې څه محتاط اوسئ او په افغانستان کښې څومره ضرورت شته. خو بیا هم خلیلزاد په دې باب باندې ډېر کوشش کړی دي همسایه ملکو ته نورو ځینو ځینو ځایو ته ځي زما فکر باندې دا خبره معلومه خبره ده دوی وختي درد کړې ده چې نور ملکونه باید چې د افغانستان د نه سولې غوښتونکي دي چې په افغانستان کښې دې سوله نه راځي نو هغو ته ضرورت شته چې هغو ذهن دې ته راوګرځېږي چې په افغانستان کښې د سولې دپاره کوشش وکړي او د افغانستان اقلا که د سولې دپاره کوشش نه وکړي سکوت کښېني د جنګ دپاره کوشش نه وکړي. نو زه خپله دونې ویلی سم چې د سولې کلي تر اوسه پریم د امریکایانو په لاس ده خو دلته یو مشکل شته چې په مذاکراتو کښې زما فکر باندې دا یو لوی مشکل دی چې ملت شرکت نه دي ورکول سوی که چېرې ملت ته شرکت ورکول سي هغه ملت په دواړه طرفونه سره رانږدې کړي ځکه چې ملت تر هغو د شیون حیثیت لري که چېرې د ملت په سوله کښې ور شریک سي دا به لکه شیین چې دواړه په دې راکنترولوي نو ملت به دا د دواړه طرفه راکنترول کړي د ملامتیا څه به ملامت سړی را وګرځي دواړه به سلامت ته را وباسي. نو زما فکر باندې په هغه صورت کښې به سوله هم په افغانستان کښې ژر راسي او هغه به هم ثابته سوله وي او که چېرې زموږ سوله د همسایهګانو په لاس وي هغه خپل مفادات لري یا د نورو خارجانو په لاس کښې هغه په افغانستان کښې خپل مفادات لري هغه مفادات به هغه لټوي بیا به په هغه صورت کښې دوی سوله راولي داسې سوله به راولي چې هغه د دې مفادات په نغښتې وي او که د ملت په دغه کښې وي هغه مفادات به د خلکو لاسونه به بند سي او دلته به ثابته سوله راسي. شکر جناب حدید، حالا آیا واقعا مردم افغانستان نقششان در روندهای کلان مانند صلح در حال حاضر محسوس است و یا نه باز هم برنامه هایی است که میتونیم بگوییم خواست مردم افغانستان قربانی خواست های تیمی و سیاست هایی میشه که ممکن است اصلا به نفعشان نباشه و در حال حاضر مسیری را که ما دنبال میکنیم آیا واقعا همه چیز آنچنانه که انتظار میره به گونه ای است که ما را به خوشبینی برسانه و یا نه؟
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت جناب فرهادی صاحب و آقا صاحب و شما و همه بینندگان محترم تلویزیون. علیکم. خدمت شما عرض شود که شما صدای ملت افغانستان در جرگه لوی جرگه مشورتی سال گذشته در ماه ثور و همچنان جرگه مشورتی که در ماه حسد امسال در کابل دایر شد، یک صدا مردم افغانستان صدای صلح را به اصطلاح تایید کردند و این نشان می ده که مردم افغانستان در این چهار دهه جنگ مشکلات زیادی را پشت سر گذاشتند و هر روز قربانی می دن و این قربانی را فرزندای خارجی نمی ده. اینا افغان ها هستند. اگر طالبان است و اگر دولت افغانستان و نیروهای مسلح افغان است، فرزندان این مرز و بوم هست. باورم بر این است که همه مردم افغانستان مذاکراتی که دارد در حال جریان است و یک امید تازه برای همه مردم افغانستان به قلبهایش تازه روشنی انداخته یا روزنه امید برای فردای درخشان افغانستان با وجود آمده، ولی امیدوار هستم که هم تحریک طالبا هیئت مذاکره کننده و هم مذاکره کننده هایی که از طرف به نمایندگی دولت اسلامی افغانستان در اینجا در دوحه رفتن با درک عمیق از اوضاع پیچیده افغانستان و مشکلات فعلی مردم افغانستان، امیدوار هستم گام های را بردارن اینها که او به خیر ملت افغانستان باشه، یعنی آرزوی مردم افغانستان صلح است. من فکر میکنم که طالبان هم از جنگ خسته شده، دولت افغانستان و مردم افغانستان هم از جنگ خسته شده، چرا این جنگ هیچ برنده نداره، هر دو طرف افغان هست و این افغان ها ما میفهمیم که در طول تاریخ افغانستان باید دقیقاً مطالعه شه و کسای خارجی که از افغانستان مطالعه دقیق ندارن و گاهی هم خواستهای خود میخواین که آرزوهای برخی از کشورهای همسایه و منطقه را میخواین که برای بالای مردم افغانستان تعمیل بکنن. من فکر میکنم که بهتر است که اینا تاریخ افغانستان را ورق بزنن و دقیق باید مطالعه بکنن و اینها در حقیقت منافع خود مردم افغانستان نمیخواین که منافع مردم افغانستان قربانی منافع دیگران شود. این شرایط فعلی و این مذاکراتی که این تقریبا نزدیک به 13 روز میشه که ادامه پیدا کرده و ادامه مذاکرات آرزوی مردم افغانستان هر روز نگاهشان به مطبوعات است که فرایند این مذاکرات چی میشه. به پشتو یک جل مسئله است، میگن تیر پهیر. ما همه افغان ها هستیم. بگذارین اگر ما بر گذشته ها بریم که طالب ها در افغانستان چی کرد و یا دولت فعلی افغانستان در 20 سال چی کرد، فکر میکنیم که جای ما را به جای ره به جای نخواهد رسید آنچه که مردم افغانستان آرزو دارند. ما میخواهیم هم از تحریک طالب ها و هم از هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که یک صفحه جدید را برای مردم افغانستان باز بکنند و از انعطاف پذیری و از ادبیات بسیار خوب و نرمه که بتونه ذهن نه تحریک طالبان و نه دولت افغانستان هیئتش مخشوش بساده و متضرر بساده کار بگیرن و افغان ها ما مطمئن هستم که در طول تاریخ نشان دادن که همونطور که جنگ میکنن، همونطور که از آزادی و حریت افغانستان و از بیرق افغانستان نیاکان این سرزمین که نزدیک به 6000 سال تاریخ داره حراست کردن، فرزندان این وطن به اصطلاح نسل آینده وطن برای این حیات، برای دولت و در چنین شرایط تاریخی من فکر میکنم نگاه ما بسیار زیاد مهم و دقیق باشه که با ژرف نگری در این فرصتی که برای همه افغانهای که خسته شده از جنگ، آواره شده، مشکلات زیاد را دیدن، باید قدم های را بگذارن که او به خیر و فلاح مردم افغانستان باشه. تشکر. و شما میفهمین که در جنگ و آمدن صلح طبیعی است که هر دو طرف باید
آماده یک ایثارگری برای این کار نباشه. فکر میکنم که بسیار دشوار است که ما اگر سرسختانه از بعضی مواضع خود عقب نشینی نکنیم ما به جای نخواهیم رسید. سپاسگزارم. جناب فرهادی، بحث آتش بس که به یک نحوه نیاز است به خاطر گفتگوها و رسیدن به نتایج مطلوب، چرا واقعا از سوی طالبان عملی نمیشه؟ آیا حکومت افغانستان و کسانی که دخیل هستند در این روند، به خصوص امریکا، خواسته های طالبان را و یا آنچه که نیاز بوده به خاطر آتش بس تانستن برآورده کنن و یا نه قرار نیست اصلا آتش بس به میان بیایه؟ خب طالبان هنوز خواسته هایشان برآورده نشده. طالبان میخواین که یک نظام اسلامی که به گفته خودشان سوچه باشه در افغانستان به کار بیاید. و سوال ما ممیز خوب است که برادر محترم ما سید اکبر آقا اینجا هستن. من یک نگرانی کلانه که دارم که طالبان زیاد تشریح ندادن که این نظام سوچه اسلامی خیلی چی است. من به این عقیده هستم که در نظام فعلی افغانستان فساد به اندازه زیاد است، دوزی زیاد است، چپق و چپاول زیاد است. شما مولوی روحانی را گپایش شنیدین که در موجه که 100 چاپلوس ارگ ششته بود در ارگ، یک آدم خیز جرأت داشت بازور رسانه ها و قدر زیاد بازتاب هم نداد، اما او گفت بر رئیس جمهور، گفت شما در یک قصر هستین که در دورتان گارداست، در موترهای زیره حرکت میکنین، تنها در هلیکوپتر حرکت میکنین، شما بیرون برین، ناموس مردم در امن نیست، دختر مردم در امن نیست، مال مردم در امن نیست، و یک دوز که میایه اما میگه که مال مرا بگی مگم خودم از این دوام. در این من قبول دارم که جمهوریت فعلی از نام جمهوریت هر روز سوء استفاده میشه، اما یک رژیم کلپتوکرات هاست. کلپتوکرات مقصد از این که کسایی که در قدرت هستن و اینا از قدرت هر روز چوشیده میرن و این نمایندگان از این رژیم در دوحه رفته که صلح بیاره. ما ببینیم که 3-4 نفری که در هیئت دوحه هستن از طرف کابل، اینا وزیر یا بالاتر هستن، از نازدانای رئیس جمهور هستن. شما فکر میکنین که این نمایندگان بتونن که از منافع اقتصادی خود تیر شوند که صلح بیارن در افغانستان؟ شاید که این هیئتی که در دوحه رفته، این هیئت نتونه که صلح بیاره. شاید که اگر فشار امریکا نباشه، رقم که سید اکبر آقا فرمودن، اگر فکرشوار امریکا نباشه خواه افغان ها با هم دیگه نمیششتن، با نمیکدن، این طرف هم اون طرف هم با نمیکد، جنگ دوام میکد. و اگر امروز هم امی امریکا نباشه، امین مذاکرات پاشان میشه. پس ما ضرورت داریم که یک ذره وضاحت داده شد از طرف طالبا که رژیم سوچه اسلامی ای چی است. درست است فساد گپ زدیم سرش. حقوق زنان، حال مردم بسیار پریشان است به خاطر که در 18-20 سال زنان رفتن، تحصیل کردن، در کار و بار هستن. باید است که طالبا واضحاً اطمینان بدن بر مردم که ای در چوکات شرایط اسلامی، به خاطر که ما یک ملک اسلامی هستیم، ما نمیتونیم که تغییر بدیم. ما نمیتونیم که سویدن شویم. بازه که مشاوران رئیس جمهور سویدنی هستن، من میفهم. از اوجه از کمکان پیسه میگیرن یا باز مشاورای دیگه از امریکا و اینجاست، مگر ما افغانستان هستیم، ما نمیتونیم سویدن شویم یا امریکا شویم. ما باید در چوکات اسلام و عنانات خود و در چوکات از این که افغانستان یک ملک بسیار محافظه کار است. شما از شهر در روستا برین، مردم بسیار محافظه کار هستند. ما باید بتانیم که یک رژیم را بیاریم که تمام مردم افغانستان دایش خوش باشه. مردم شهر، مردمی که رفتن کار کردن، تحصیل کردن، دخترها خوش باشن، همگی خوش باشن، از مذاهب حنفی و جعفری خوش باشن. این یک سوال دیگه من است از محترم سید اکبر آقا که در این روشنی پرتن که با مذاهب مختلف در اسلام مشکل نیست، کلشان باعث مسلمان هستن و اینا همگی میتونن که یک جای زندگی کنن. و این پریشانی ها
سبب شده که اشرف غنی این موضوع را استفاده کنه و فوراً خود رسان در بامیان و فوراً آقای دانشه که او هیچ وقت به اجازهش هیچ چیز نمیگه. او گفت که احتیاط کنین که اگر طالبا بیاین باز مردم جعفری چطور میشه. اینه می اطمینان باید طالبا واضح بتن که در مذاهب مشکلی نیست و تمام مردم افغانستان تقریبا 6 یا 7 میلیون نفر که در مذهب جعفری هستند اینا هم میتونن که در این ملک زندگی کنن. سپاسگزارم. در این بخش برنامه وقفه داریم و دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. جناب اکبر آقا، آنچه که آقای خلیلزاد تاکید کرده پشتیبانی از ارزش‌ها، حقوق زنان و اقلیت‌ها و آنچه که آقای فرهادی هم اشاره داشتن، آیا واقعا تعریف ارزش‌ها از دید طالبان و ایالات متحده آمریکا در شرایط جاری یکسان است و چه چیزی میتونه واقعا طالبان و آمریکا و یا تمام طرف‌ها را به خاطر رسیدن به یک تعریف واحد و مشترک از ارزش‌ها همگام بسازه و آیا چنین روند و یا چنین دیدگاه ممکن است محقق شود؟ در فکر کنم که در وقتی که طالبان و ایچی هرچه تا فصل مقدار بندی حق ورکی، یعنی مثلا پر پانستان که بسیم داشتا که مرتشوینو که یو کشنی ولایت یا یو کشنی منطقه پټول افغانستان باندې حکومت کې یا مثلا په ډیر افغانستان دا مناسب نه دي. دا هم مناسب نه دي چې طالبان اول یو طرف را اخلي دی هغه په ټول افغانستان باندې حکومت وکړي. زه فکر کوم چې په هر چا کې هر کوم څه په هر چا کې ښه خلک هم شته په بد خلک هم شته. په البته که حکومت سبا جوړېږي یو مشترک حکومت ته ضرورت شته چې د ټولو افغانانو څخه جوړ شي، خو دا یو مراد په فکري کې وي چې هغه به په ښه خلک وي، خو د هر چا به په خپل انداز کې زما فکر باندې به چې مراد وشي، لحاظ یې وشي. او دا یو داسې دغه شته، زه فکر نه کوم چې طالبان به د دې څه منکر وي او طالبان به دا کار نه وکړي. او دوهمه خبره دا زه اشاره ورته کوم، بلقي صاحب ډېره ښه خبره وکړه د دغه په بابا دی د اسلامي نظام په بابا دی. اسلامي نظام که اوس یو عملي یو شي ته وګورو، مخکې شپو کې زما د دوی واده و په لارې غلو وش کول او دا څوک چې مېلمانه راتلل ورته راتله دا څه هرته چې واغی ځینې یوړه. اوسنی حالت کې پخوا به د ورځې دغه مټ راتله، اوس طالبانو په لاس باندې د لارې دغه د امنیت دوی په لاس کې دي، لاره دوی په لاس کې ده، د شپې مټران دي، اوس په 9 بجې روان دي، په 8 بجې روان دي، په 10 بجې. داسې نه دي چې طالبان هلته خلک وویي یا ډبه وي، خو داسې دي چې یو په دوی کې غله نشته او بل دوی د غلو غله چې دي په هغو به د شریعت جاري کوي چې غله د دې څه ډېریږي، ځکه په شریعت کې چې دي هغه تاثیر ډېر وي. یعنې شریعت عبارت ته چی څه دي؟ یعنې که اوس د سړی راولاړ شي په دې آیات باندې عمل وکړي چې السارق والسارقه فاقطعوا ایديهما، نو ما فکر باندې دلته پختو څه معنی د غلو د غلې ښه دي تاسې لاس پرې کړي، نو معنا د لاس پرې کول که یو سړی لاس یې پرېسي تر شلو زرو کسو چې د غلا په دغه باندې بندیان شي او د هغه عسکر هم غواړي، ډوډۍ به هم غواړي، مصرف به هم غواړي او خلک به هم په هغه باندې خفه وي. لیکن په شریعت کې به خلک هم خفه نه شي او په یوه سړي باندې به بیا ډېر خلک هم نه خفه کېږي. او دارنګه د پحش په باب باندې دا دي آیاتونه راغلي دي چې الزانیت و الزانی فجلد کل واحد منهما مئة جلدة یا فجموهما، داسې مثلا د قصاص په باب باندې دغه راغلي دي، د قتل په باب باندې. ما فکر باندې طالبان دغه درې شاد مهم بولي چې په دې باندې د عمل کرامې مرته چې وینو چې په افغانستان کې 30 کاله جنگ جریان لري، د 30 کالو په دغه کې خلک ټول یا غیان سوي دي، خلک په پلا باندې هم نه دي بند، په پخش په ناروا باندې هم ډېر خلک دي نه دي بند، او بې نظمي او بېتطبیعي تر اندازې زیاته ده. او دا موږ تاسې په دې باندې ایمان او عقیده لرو چې آیات شریف چې قالت ان ملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اعلی اجله، پاچاهان چې ډېر داخل شي ملک ته هغه ملک فاسدوي او عزتمن یې دلیل ګرځوي. موږ تاسې چې ولیدله چې دا اول وخت کې چې د خلکیانو د وخت چې موږ په ملک کې د عزتمنو خلکو زینت رالی او عزتمن خلک د منځه ولاړه، تداوسه پورې خلک
کراول کیږي په یمن کې ځکه چې دلته نظم او ترتیب نشته او پاچاهان ډېر راغلي دي د امریکایانو جلا پاچاهي وو مرتشل دل په بګرام کې بیا بندیان دغه کوله د حکومت کې خپل مستقل جلا جلا خلک دي دا اوس یې تصویې نه په دا دوه نوباته کې په انتخاباتو کې دوه دوه پاچاهان مرتشل لرو داسې د باندې چې دي هغه طالبان پاچاهان دي نو زما فکر باندې دغه ملک چې دي هغه یو نظم غواړي نظم چې دي هغه په یو داسې نظام باندې چې هغه دوی بیا ترتیبې راغلې ده چې لکه ما چې مخکې وویل چې د کوره څوک وتلی نه شي دا یګانه په اسلامي نظام ماورا په بل شي باندې نه کنترولېدلی شي او نه کنترولېږي ځکه اسلامي نظام چې دي هغه د چا مراعت نه کوي او نه خلک ځینې پابندي کېږي ځینې خفه کېږي نو دا ما هغه د بلخي صاحب په دغه باندې د اسلامي نظام یو تعریف وکړي چې دلته یې دغه کوي او د شي فقې جعفري خبره ده وکړله هغه به هم زه وکړم دلته اوس موږ ګورو چې په بغل کې مو ایران دی اوس ایران دی دلته خپلو خلکو حفاظت کوي او هغو ته وایي چې تاسې خپل د حق غوښتونکي یاست او باید چې وی غواړي دا صحیح خبره ده چې دا خلک د خپل حق غوښتونکي شي خو د ایران په خوله باندې نه ایران اوس موږ سنیانو ته هلته هېڅ شی نه دي ورکړي خو زه دا وایم چې موږ باید چې هغه د ایران په لار باندې ولاړ نه شو داسې دی چې په هر ملک کې قانون دا دی چې اول خو هغه خپل فقه چلیږي که نه وو اکثریت دغه په هغه شي باندې کېږي چې د ملک اکثریت هلته وي نو بیا هم زه فکر نه کوم چې طالبان دې فقه جعفري ته ګر سره اجازه ورنه کړي خو یو طریقه به یې دي داسې هم نهشي کېدلی چې فقه جعفري او فقه حنفي سره دغه سره نیمی شي او دا که اوس مثلا سبا د اهل تشیع د یو احناف په منځ کې یو مشکل راشي دا معلومه خبره ده چې احناف ډېر دي د فقه حنفي باندې به بیا د دوی فیصله کېږي نو دلته به یو طریقه خامخا دوی سره کښېږي دي دا چې د باندې دا خبرې راوځي دا خو زما فکر باندې افوایي خبرې دي دلته پارونکي خبرې دي چې خلک سره وپاروي او د سولې څه لرې کړي زه فکر نه کوم چې طالبان به په دې کې شدت وکړي خامخا به خپل یو داسې طریقه به د دواړو ترمنځ جوړه شي خو دا واقعیت دی چې احناف دلته ډېر دي او دا ملک د احنافو دي او زموږ په بغل باندې چې دا التشیع ملک دي هلته احنافو ته حق نه دي ورکول سوی نو به خامخا دلته د هغه د هغه ملک تاثیر به دلته خامخا په خبرو باندې یو څه لیږي په عاقبت به یو څه ځینې جوړېږي. سپاسګزارم از شما. جناب حدید، فکر میکنین صلح کالا ما امیدوار هستیم به خاطر رسیدن به او، چه قربانی از مردم افغانستان خواهد گرفت و آیا جامعه امروز افغانستان چنانچه آقای خلیلزاد هم اشاره داشته که از منافع امریکا این کشور دفاع میکنه و به سالهای 1990 بر نخواهیم گشت، اما ممکن است که شرایط تغییر کرده باشه و آنچه که امروز حداقل افغانستان داره او را به شکل 2020ش تجربه کنه و باز هم بریم به یک نحوه کند شوه پیشرفت ها و ما دوچار شکست و ریخت شویم. آیا قربانی یک فکر میکنین مردم افغانستان داده میتونه چه است و چرا نباید مردم افغانستان از دست بتن؟ بسیار خوب، خدمت شما عرش عالی که امریکا اولی که افغانستان ترک نمیکنه. امریکا به این سادگی به افغانستان، یکی از آرزوهای دیرین امریکایی ها بوده که در افغانستان آمده و امریکا در بودنش در افغانستان منافع کشور خود و مردم خود در نظر میگیره و منافع خود امریکایی ها در افغانستان بسیار مهم میدونه. طبیعی است که مردم افغانستان، ما پیشترم بر شما گفتم که 40 سال جنگ، آتش جنگ شعله‌ور است، هنوز هم در حقیقت جوانای افغانستان هر روز در 24 ساعت نزدیک به 50-100 جوان افغانستان از طرف طالبا و از طرف دولت افغانستان اینها شهید میشن و هنوز هم جنگ از ما قربانی میگیره و هنوز هم کسایی است که ما را از عقب خنجر میزنه و این خنجر را تا هنوز خونالود نگه داشتن. وقتی ما در چنین شرایطی که از نظر روانی مردم افغانستان در 40 سال جنگ بگونی بوده که فراز و فرودهای زیادی را دیدن و دید روانی مردم افغانستان حالا خیلی ناراحت هستن، وقتی در یک جای می نشینن شما باور کنین که یک کلمه گپ بالای یک دیگر یک افغان خوش نمیخوره و همیشه
جنگ و جنجال و جدال همیشه در همه مجالس در هر جای در افغانها وجود داره. من فکر میکنم که طبیعی است که اگر طالبان، تحریک طالبان هم با مو سختگیری های خود استاچه و موضع خود ایواز نکنه و دولت افغانستان هم طبیعی است که در اینجا آسیب مردم افغانستان میبینه. ما خواهش ما از هر دو طرف به حیث افغانها که هم تحریک طالبان و هم دولت افغانستان کسایی که رفتن اینها اما افغانها هستند و آنچه که آمریکایی‌ها شعار میگن که ما در حقیقت کار نداریم که افغانها در مذاکرات بین الافغانی خود چی تصمیم میگیرند، سر کدام نظام صحبت میکنند، سر چی موضوعات اینا میخواین رسیدگی بکنند، با کدام چالش ها و مشکلاتی که هست بر از اینا راه های حل پیدا بکنند، ظاهرا نمی گپ میزنند. ولی باورم بر این است که طبیعی است که آمریکایی ها با تحریک طالبان نزدیک به 1.5 سال صحبت های داشت و یک سلسله تعهداتی کرد که ما شما بالاخره دیدیم که با اون تعهداتش دولت افغانستان رهایی 5000 زندانی بود، این رها کردن. حالا مردم افغانستان تشویش این را دارن، خصوصا قشر روشن فکر افغانستان، بین بر حقیقت ها با احترامی که به مردم افغانستان داریم و واقعیت های عینی جامعه اگر محور بحث را ادامه بدیم، ما ملال خاطر به هیچ افغان ما نخواهد بود. ما فکر ما فکر ملی هست و وطن ما را ما دوست داریم و خوش داریم که بیگانه ها نباشند و تعیین سرنوشت به دست خود افغان ها بوده باشند. همه مردم آرزوی از این دارند که ارزش هایی که به دست آمده و این دستاوردها باید حفظ شود. طبیعی است که من بر شما گفتم که وقتی ما با صلح تاریخی حدیبیه وقتی که میریم پیغمبر خدا با مشرکین چطور جرامت میکنه در حقیقت. طبیعی است که در این حالت هم دولت افغانستان و هم برادران طالبا که در اونجا مذاکره میکنند، طبیعی است که اگر هر دو طرف یعنی خواستهای بسیار بلند بالا را مطرح کنند که یعنی نیت برای آمدن صلح در افغانستان نداشته باشند، مسئولیت به دست این آیت ها است. ولی چیز دیگر هم شما باید سرش توجه بکنین که چون 40 سال جنگ افغانستان ادامه داشته، در اینجا ناملایمات و ناهنجاری های بیشتری در جامعه رخ داده، تا ای که آیسته آیسته یعنی در حقیقت ما توقع از این نداشته باشیم که دفعتاً در این نشست اولی، من میگم که در این نشست اولی خوب است که راه های را برای باز بکنن برای آینده ها، که هم خواهش ما از دولت افغانستان هیئت شمی است هم از تحریک طالبا که بتونن در بعدها در مذاکرات بعدی راه های را که سرش فکر میکردن برای پیشرفت این راه ها گام های بسیار عملی ده. مثلا کاهش خشونت یا مثلا آتش بس یک بحث یک میوره بسیار مهم است در شرایط فعلی افغانستان. اینجاست که اگر مثلا اگر ما در امین نشست فعلی روی سایر موضوعاتی که تر دو طرف خواستای دارن اگر جرامد نشه یا نزدیکی یا فکر دیدگاه ها با هم نزدیک نشه، حداقل اگر آتش بس شده برای مردم افغانستان، من فکر میکنم که یک صفحه بسیار بزرگ برای آمدن صلح در افغانستان باز میشه و هم میتونه که تحریک طالبا با بحث بعدی که با رهبرانشان صحبت بکنن و دولت افغانستان هم با هیئتی که میاد با مردم افغانستان مذاکره بکنن و راه های بهتر یا بدیل را که بتونن که هر دو طرف دیدگاه هایی که یک کم تشویش آور است برای هر دو طرف بگذارن، همون چیزهایی که یک کم روح و روان هر دوی طرف حیات را متضرر می‌سازد، متاثر می‌کنند، سر این موضوعات در بعدها برش باید صحبت کنند. وقتی که تا فضای اعتماد میان تحریک طالبان و دولت افغانستان، چیزی که در افغانستان سخت خدشه‌دار شده فضای اعتماد است، این فضا را اگر اینا بتونند در این بار اول ای به اصطلاح صدا بشکنند، یکی از موفقیت‌های بزرگ خواهد بود. سپاسگزارم از شما جناب فرهادی. خب آیا در داخل افغانستان عناصری که به دنبال جنگ و ادامه ناامنی هستند
ظرفیت از ایره دارند که مانند گذشته از جنگ سود ببرند و ای روانده را که کمک و یا حمایت جهان هم با خود داره با چالش روبرو کنند و بحث آتش بس واقعا چرا از سوی طالبان عملی نمیشه؟ دلیلش فکر میکنین در چی است و آیا واقعا نتیجه دار ادامه جنگ و یا نه طالبان ممکن است گزینه های دیگری هم داشته باشند که چنانچه گفته شد اگر این روند و این صلح به نتیجه نرسه به ادامه جنگ بپردازند؟ خب با سوال اول شما از نگاه اقتصادی ما کمی روشنی پرتون. بله جنگ از خود یک اقتصاد داره و کسانی که از اقتصاد جنگ بهره میبرن. در حکومت 18 سال اخیر در جنگ در افغانستان مبالغ هنگفت و بسیار زیاد استفاده شده و بسیار مردم در افغانستان از جنگ پیسه دار شدند و قراردادهایی را گرفتند و اکمالات و تیل و این قراردادهایی را گرفتند که از بغل از او از پیسه امریکایی پیسه دار شدند. اینان امریکای ها میبرایند، خارجی ها میبرایند، در آینده امکان داره که اینا در افغانستان برای جنگ دیگه پیسه نمیدن. میگن که وقتی که ما بودیم، جنگ ما بود، ما پیسه میدادیم. حالا جنگ ما خلاص شد، ما صلح کردیم، امرای طالبان میریم، جنگ از خودتان است. پس جنگ ماهیتش از نگاه اقتصادی فرق میکنه. کسانی که امروز در قدرت هستند در ارگ، اینا از نگاه اقتصادی از جنگ بهره‌ور میشن، به خاطر که در اون وقت باز اکمالات جنگ، خریدن تیل، پس میگردیم به سالهای جنگهای داخلی که در اون وقت خریدن تیل و خریدن اکمالات و اسلحه و یپا از بغل از او بسیار کسا هم پیسه‌دار شده بودن و این دفعه هم خود رئیس جمهور غنی گفته که اگر خارج دیگر امرای ما کمک نکنه ما خودم پول جنگ دارم. درست؟ در بانک مرکزی 9.5 میلیارد دلار وجود داره و شاید تصمیم بگیره که 2 میلیارد دلارش استفاده کنه برای اینکه هنوز هم جنگ ادامه بده بعد از برآمدن خارجی ها در ماه می سال 2021 جنگ ادامه بده که در قدرت بمانه. البته این قدرت ماندن رئیس جمهور یک چیز بسیار نمایشی است، به خاطر اینکه یک قدرت است که در ارگ هستند و در چند ولایت یک قرارگاه دارن و شهر و مردم و مملکت به حال خود ماندن. درست؟ سرحدات حراست کرده نمیتونن، نه امرای ایران نه امرای پاکستان. مردم هر روز آینده خود تاریکتر میبینن و کوشش میکنن که به بیرون افغانستان مهاجر شون. شما دیدیم که در کمپ موریا چی گذشت که کمپ آتش گرفت و 60 تا 70 نفر از 70 درصد نفرایی که در موریا زندگی میکردن افغانا بودن. اینا بیچاره چرا از افغانستان خارج شدن؟ به خاطر که امنیت نیست، به خاطر که کاروبار نیست، به خاطر که همگی به صورت یکسان امرایشان در افغانستان وضعیت نمیشه. یعنی برای یک جوان از فاکولته میبره برش کار نیست. خیلی یا باید واسطه داشته باشه. سپاسگزارم جناب فرهادی. جناب سید اکبر آقا، حالا طالبان فکر میکنین آخرین هدفشان و آخرین خواستشان چی است؟ اگر به گونه کوتاه مدت اشاره داشته باشیم، ممکن است که این گفتگوها پس از انتخابات امریکا طولانی شود و آقای غنی به یک نحوه در حکومت بمانند و به نتیجه برسیم، ممکن تا 5 سال بعد، و یا نه طالبان تا او زمان فرصت ندارند و باید به زودترین زمان ممکن به نتیجه دست پیدا کنند؟ من فکر بندی طالبان خود تروس و پریده بندی دی چوکی پسر بندی ندی چو سره داده او سروی که هیچ طالبان دی چوکی نپریده. من فکر بندی در طالبان سره یو خبر دسته چی پا افغانستان کی دست نظام راسی چی آقا دو دری سبغه ولری، یو سبغه داده چی اسلامی سبغه ولری د اسلامي نظام او عادت د ملت ته کړی ده او هغه به دوی عادت ترسره کوي. دوهم دوی د خارجانو تل غواړي هغه د توافقنامه امضا شوله. نو اوس وګورو چې خارجان په کامله توګه باندې وځي او که نه وځي هغه به وروسته معلومه شي. او درېیمه خبره د طالبانو سره دا به وي که نه وي هم باید چې دا د ځان سره دا خبره ولري چې په افغانستان کې به د ټولو خلکو یو مشترک حکومت جوړ البته
د شو خلکو سره چې د یو دتی حکومت کې چې هغه ښه مسؤلیت ادا کړي په پاکستان کې او دتی حکومت نه وي چې هغه د فساد حکومت کې سبا طالبان باندې خلک دا وایي چې دوی باندې په حکومت کې ورګر سره یو ګډ حکومت کې جوړ کړي هغه د فساد حکومت نو دا شاید دي دا ټول هغه شاید دي زما فکر باندې چې دا ملک باندې آرامېدلی شي او دا ملک باندې آبادېدلی شي نو د دوی سره یګانه به دغه فکر وي د دې هخوا ته خو دا سړی پرولې طالبان د دې حکومت په سر باندې د تر اوسه پورې حکومت یې نه دي سم کړی یا مثلا چې په تاسو قدرت نه پریږدي یا د قدرت په وای کې په لاس کې دي دا خو نه دي نو زه وایم چې یو شی ته ضرورت دواړو طرفو شته چې دواړه طرفونه په دې کې کوشش وکړي چې انعطاف پذیري په اسلامي او ملي اصولو برابر انعطاف پذیري دواړه طرفونه وکړي نو بیا به زما فکر باندې په افغانستان کې حکومت یو ښه حکومت راشي او که انعطاف پذیري په دواړو کې نه وي یا په یوه کې نه وي البته هغه انعطاف پذیري چې هغه په اسلامي او په ملي اصولو برابر وي نو زما فکر باندې بیا به په افغانستان کې سم حکومت راشي. بسیار زیاد تشکر از مهمانانمان، هر یک جناب آقای طارق فرهادی مشاور پیشین رئیس جمهور، جناب آقای سید اکبر آقا رئیس شورای عالی راه نجات افغانستان و همچنان جناب آقای محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ که فرصت گذاشتند و سپاسگزارم از شما بیننده های گرامی که این بحث را دنبال کردید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.